سلام با برنامه زربنا خوش آمدید. در مورد چگونگی واردات از پاکستان با افغانستان صحبت میکنم با مهمانانم آقای عبدالهادی فرهنگ، کارشناس اقتصادی از آلمان و آقای صدیق منصور انصاری، مؤسس جرگه سیاسی مردمی از ننگرهار که روی خط اسکای با ماست بس میکنم. مهمانان به بس بسیار زیاد خوش آمدید. آقای فرهنگ، اجازه بدید بس را با شما آغاز بکنیم. با آمدن یک تحول کلان در افغانستان، واردات از خاک پاکستان به افغانستان 25% کاهش پیدا کرده، واردات از پاکستان به افغانستان 25% کاهش داشته و کاهش پیدا کرده، دلیلش را در چی میبینید؟ تشکر خدمت شما و همکاران محترمتان، قدردانی میکنیم و خدمت مهمان عزیز دارم سلام احترامات تقدیم میکنم. ما خدمت شما عرض کنم که در خصوصی کاهش صادرات پاکستان به افغانستان، شما قبل مطلع هستند که بیشترین صادرات کشور پاکستان برای افغانستان سمت بود. این سمت پاکستان از طریق کشور عزیز ما میرفت به سمت شیرخان بندر و از شیرخان بندر هم میرفت به سمت تاجکستان و بسیار اموال دیگه پاکستانی از طریق افغانستان به سمت آسیای میانه میرفت. یکی از دلایلی که فعلا صادرات پاکستان کم شده و سمت افغانستان کم مشکلاتی که در بندر شیرخان بندر و بالاخره کشور تاجیکستان مسائلی که وجود داره و فعلا زمستان است و سمت هم زیاد تقاضا وجود نداره، اکثرا این صادرات ها به شکل فصلی است، در وقت سرما یا در وقت زمستان مصرف کم می باشه و او خاطر این صادرات کم میشه. این یک عامل قابل نگرانی نیست که یعنی ما از این کدام مشکل ایجاد شده یا کدام مسئله به میان آمده، که مسئله اکثرا فصلی است. اما ولی آقای فرهنگ، با معذرت که من صحبت های شما را قطع کردم، صحبت هایی که من با سخنگوی وزارت تجارت حکومت پیشین داشتم، آن زمان طبق گزارش ها 20% واردات از خاک پاکستان به افغانستان کاهش پیدا کرده بود. زمانی که من دلیلش را از اونها پرسیدم، اونا گفتن تقریبا ما روی 60 اقلام ضروری در افغانستان به خودکفایی رسیدیم و اونا تنها دلیل کاهش صادرات را خودکفایی افغان ها دانست. در این مورد چی میگین؟ نه، نگاه کنین، باید مسائل اقتصادی تجارت نمیشه که ما این مثال به شکل حتماری یا مثلا همینطور اوایی صحبت بکنیم، به خاطر که مسئله دقیق باید باشه. اگر دقیق نباشه جفا برای مردم است. بعد این مسئله خیلی دقیق و مثال خیلی شفاف ما این مسئله را بررسی بکنیم. شما بهتر میدانین که ما فعلا در افغانستان در قسمت کارخانه های ما، در قسمت صنعت ما، در خصوص برق نبودی، کمبودی برق داریم، کمبودی مسائل بانکی مشکلات داریم، در درون مسائل فورس ماجور یا بحرانی که در افغانستان آمده، قدرت عوض شد و تحول بزرگی که در افغانستان ایجاد شد، در تمام زمین های اقتصادی شما از مکد بهتر مشاهده میکنین که ما مشکلات داریم، بالخصوص در خصوص بانکایی. چطوری ما در داخل صادرات ما و کارخانه های ما همه چیزای ما تولیدات خود گسترش دادیم، تولیدات خود افزایش دادیم، ما به کشورها ما صادرات کردیم عوض پاکستان؟ نه، بعضی کالاهای استراتژیک هست که مثل سمت، مثل بعضی کالاهای استراتژیک دیگه که مثال پاکستان دائم الوقت هم به کشور ازبکستان هم به کشور تاجیکستان یک مشتری دائمی وابوده. شما میبینید که همون بندی برق روغن که جور میشد به میلیون ها میلیون ها تون سمت اونجا ضرورت داشت و خیلی مترا که اکثریت از پاکستان از طریق مرز تورخم به شیرخان بندر یا به قندوز میرفتن اکثرا سمت بودن. فعلا او بند برق هم تکمیل شد، یک، و دومی که در زمستان زیاد سمت اوجه تقاضا ندارد، دو. مسئله سوم است که ما در کشور ما فعلا ایتو چیزی زیادی نداریم که ما برای کشور ازبکستان و برای کشور ترکمنستان یا کشورهای سیاس صادر بکنیم که جلوی صادرات یا پاکستان به اونجا بگیریم. تشبهات نداریم. ما مثال سنگ زغال داریم. سنگ زغال ما میره به پاکستان.
سنگ زغال ما مشتری خیلی عظیم ما پاکستان است. از اون طرف هم سنگ زغال سبق دارن ازبکستانیا که هم تاجکستان هم ازبکستان که المونیم کونه یا مثال مواد دست دوی آهنالات که از خط ریل است یا چیزای دیگه است یا بسار به توناژ بالا میره به کارخانه پاکستان که دوباره ذوب میشه و مواد پخته تبدیل میشه یا اکثرا مواد خام است. به اون خاطر فعلا به دلیل مشکلاتی که در افغانستان وجود داره این صادرات خود ترخم شما شاهد هستین هر روز یک روز بند است 40 روز دیگه 10 روز باز میشه 40 روز دیگه بسته است. خود عامل اصلی بندش و مشکلاتی که در بندر ترخم است یک عامل اساسی کاهش صادرات است. ما باید مسائل حقایق خیلی دقیق و خیلی شفاف برای مردم انعکاس بدیم چون در قسمت راه حل ازی دست اندرکاران اقتصادی و دولت تصمیم بگیرن که مسئله حل شود. اگر ما بگیم که نه ما به صادرات چرا نه ما در قسمت نوشابه‌های غیر الکلی مثل کوکاکولا پپسی کولا در قسمت نوشابه‌ها در خودکفایی رسیدیم خیلی عزیزانم در این مسئله سرمایه‌گذاری خوبی داشتن حتی برای کشور سیاس یعنی ازبک ترکستان ترکمنستان تاجیکستان به این کشورها ما نوشابه‌های غیر الکلی مثال صادرات داریم مثل پپسی مثل مسائل دیگه نوشابه ایره مثال ما صادرات داریم کاملا یک نقطه خوب و نقطه عطف و نقطه مثبتی است برای کشور عزیز ما افغانستان. اما این که در کل ما مثال آمار بتیم و اکثرا مؤسسات آمارهای دقیق وجود نداره که آمار برای ما بدن ما به اساس آمار اکثرا در گمرکات باید آمار گیری ها خیلی دقیق اونجا صورت بگیره باز از اون طریق برای مردم میره انعکاس بدن هم در ترخم هم در شیرخان بندر. اما شما میبینین که فعلا کدام آمار دقیقی وجود نداره. اگر ما هرچی آمار برای شما بدیم آمارها اشتباه است. درست، یعنی میگیم که این کاهش پیامد منفی را نداره در قبال؟ نه، نگاه کنید خدمتتان عرض کردم که مسائل فصلی است. یکی عوامل اصلی که من خدمتتان عرض کردم مورد اول مسئله عوامل فصلی است که در زمستان ها اکثرا نیاز به سمت و مسائل ساختمانی نمی باشه، کار ساختمانی در او کشورها کم است، به او خاطر از پاکستان یا نیاز ندارن زیاد صادرات کنند. موضوع دیگه خود این بحران و مشکلاتی که در افغانستان آمد این مشکلات باعث کمبود صادرات در افغانستان شد و کمبود ترانزیت شد و در ترخم شما مشاهده میکنین که هر روز مشکلات ما داریم. به او خاطر خودی از این مسئله ترخم هم یک عامل اساسی در کاهش صادرات بوده. بر فعلا رابط اقتصادی افغانستان و پاکستان چگونه است؟ چگونه ارزیابی میکنید این رابط را؟ رابط تجاری پاکستان و افغانستان بسیار به یک نقطه صمیمی و نزدیک رسیده. حتی شما مشاهده میکنین که اتاق تجارت پنجاب، اتاق تجارت سند، اتاق تجارتی مثال بخشای دیگه شهرهای پاکستان میاد مستقیما با تاجرای ما قرارداد میبندن، مستقیما اتاقای را مشترک ایجاد میکنن، مستقیما تجارت میکنن. این مسائل خیلی نزدیک است، یک چیز طبیعی است که فعلا در طول تاریخ نزدیکترین مسائل مراودات تجارتی بین افغانستان و تاجرای پاکستانی ایجاد شده فعلا. اما مشکل اساسی را من نمیدانم که چرا ما در مرزها باز دوباره مشکل داریم. در مرزهایشان مثال اکثرا در اسلام قلعه در مرز کویته مثال مرز اونجا میبینید شما همیشه ما مشکل داریم. باید در این دو مرز که برای ما مرزهای استراتژیک است در این دو مرز کشور پاکستان سیاستمدارایش سهولت ایجاد بکنن موتورهای ما را به شکل احساسی به یک برچسب خوب تعریف کنن و اساس از برچسب تیر شان اگر چه کم میشد ست اسکنرهای است که همه چیز سوزن هم برای انسان ها نشان میده او ست اسکن ها را جان ست اسکن نصب بکنن موتورها تیر شد. ما فعلا همیشه مشکلات داشتیم و فعلا شما مشاهده میکنن این فعلا خیلی زیاد است. او نزدیکی که ما با تجار و طبقه تجار پاکستانی فعلا ایجاد شده داریم او نزدیکی را فعلا ما با دولت مردای پاکستان متاسفانه فعلا نداریم. یک چیز طبیعی است یا میگن این مثال میگن که ما مرزا مشکل نداره مرزا بین مثال مواد غذایی شما مثال میوجات شما چیزای خراب میشن زودتر بره دیگه بره. اما باز هم ما روزانه جنس میفرستیم میبینیم مرز ترخم هر روز هر ساعت در ما گزارش میدن مشکلات وجود زیادی وجود داره. در رابطه با همین مشکل شما گفتین که در مرزها مشکل وجود داره تاجران ما هم بارها صدا بلند میکنه که مثلا زمان که فصل میوه ما فرا میرسه در تجاری پاکستان برای افغان ها بسته میشه اگر بسته هم نشه تجارت ما با مشکل برمیخوره میوه های تازه فاسد میشه در مرز پاکستان. دلیل این چالش را در چی میبینه؟
ما خدمتان کار میلنگ او ما خدمتان عرض کردم که او روابط نیکی را که ما با تاجرا و افراد غیر دولتی داریم به خاطر اقتصاد به خاطر منافع دو طرف ایجاب میکنه و روابط نیکی فعلا ایجاد شده متاسفانه او روابط با دولت مردای پاکستان خیلی میگن صمیمی است خیلی از طرف افغانستان و تمام جامعه بین بلی میرن صحبت میکنن اما متاسفانه در عمل در این دو مرز میبینیم که همیشه ما با مشکلات میخوریم و همیشه مشکلات داریم در میان سالی که شما دیدین که انار افغانستان خراب شد در قندهار چی مشکلاتی ما دیدیم سیب وردک خراب شد امی تو انجیری قندهار با مشکلات خورد انواع مختلف که الان وقت برنامه تان کم است که بر شما عرض بکنم امی تو در ترخم بسیار چیزای دیگه مثال که ما از شمال افغانستان از مناطق مرکزی افغانستان از شمالی از همه جای صادرات میشد به پاکستان و صادرات صادر کننده های سنتی ما داریم به شکل سالها ما پارتنرای در پاکستان داریم به شکل سنتی همیشه رفته اما فعلا در مرزها این موانع ایجاد شده مشکلات ایجاد شده و این مشکلات باعث شده تاجرای ما ضربه عظیمی ببینند و این ضربه در این وقتی که اقتصاد ما در حالت بحران است در این وقتی که بانک های ما در حالت مشکل است در این وقتی که تاجر ما نقدینگی نداره تاجر ما پولی نقد دستش نیست و همه مردم کارخانه ها شرکت ها از ما حقوق میخواد باید معاش بدیم برای مردم زمینه کار زمینه اشتغال همه چیز افغانستان را تهدید میکنه در این بوره زمانی نباید پاکستان در مرزها مشکل ایجاد بکنه اگر همسایه نیک میتونه مثال باشه پاکستان در این بدترین شرایط به بدبر مردم افغانستان کمک کنه ما نظر ما ایست که تجارت یا اقتصاد ما از سیاست دور بکنیم ما سیاست مدار نیستیم ما طبقه هستیم به خاطر خدمتگذاری و روزی رسانی برای مردم و کار اشتغال برای کشور عزیز و برای هموطنان عزیز ما خدمت میکنیم و این علاقه ما این است نه این که ما بریم دنبال مسائل سیاسی اما نگاه کنین همسایه از دیدگاه ما یک کشور اسلامی است ما هم یک کشور اسلامی هستیم تمام نزدیکی های فرهنگی را که پاکستان داره با ما با وا داریم اما همه از این باید که ایجاب میکنه که یک دوستی طولانی مدت در قسمت اقتصادی ایجاب شد و شکل لابی های باشه که لابی های اتاق های تجارت دو کشور لابی بکنه که هیچ گاهی در قسمت مرزا ما مشکل نخوریم اما متاسفانه ولی اگر یک گریزی به گذشته داشته باشیم آخای فرهنگ یک گریزی به گذشته داشته باشیم میبینیم که سالها این مشکل پابرجا بوده حتی با وجود قراردادهای مثل ابتا قراردادهای دیگر این مشکل هیچگاه از ریشه خوشکانیده نشده حالا خوشبین هستین که شما از صمیمیت یاد کردین در حوزه اقتصاد بین پاکستان و تجارت گفتین که با آخرین نقطه صمیمیت خودش رسیده حالا خوشبین هستین که این مشکلات حل میشه چالش ها برداشته میشه ما یک رابطه خوب اقتصادی با پاکستان میتونه داشته باشیم یا پاکستان با ما میتونه داشته باشه نگاه کنین ما نقطه خوشبینی ما بین ملت هاست ما عشق و علاقه ما بین ملت هاست بین مردم هاست مردم ملت هیچ گاهی به سیاست وابسته نیستن کار ندارن اما متاسفانه سیاست مدار است که با مردم میاد خود میچسبانه بالای مردم فشار میاره از نقاط ضعیف و کور استفاده میکنه که بالای مردم فشار بیاره هیچ گاهی افغانستان هر دولتی که در افغانستان بوده در مرزهای پاکستان بالای پاکستان فشار نورده اما برعکس همیشه پاکستانی ها بودند که از این نقطه فشار بالای افغانستان استفاده کردن فشار آوردن و مردم افغانستان به صدها میلیون دلار ضربه زدن من مثال خیلی 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 جوان بودم شاید برتان بگم 30 سال پیش بندر کراچی رفته بودیم سه ماه اجناس افغان های ما و شما در سال 70-71 تقریبا پیشتر که چند سال میشم و دقیق در خاطرم نیست در اون زمان سالها اجناس ما مثلا چندین سال اجناس افغان ها مثلا در مرز کراچی یا در بندر کراچی ماند اونجا دمرج خورد کلش خراب شد به میلیون ها دلار تاجرای ما ضرر کرد نگاه کنین این نقطه از این گلوهی گاه اقتصادی از این شارگ اقتصادی همیشه کشور پاکستان یا سیاستمدار پاکستانی استفاده اشتباه کردن هیچ گاه مردم افغانستان یا ملت پاکستان در این مسئله که مشکلی برای ما ایجاد نکردن من خواهشم ایست که ما باید تعریف بکنیم تعریفی چی بکنیم تعریفی مسائل اقتصادی را از مسائل سیاسی جدا بکنیم چون دو ملت با هم دوست است برادر است همیشه با هم رفت آمد داشته سالهای سالها با هم مثل یک فامیلو طرف است یک فامیلی طرف است بالاخره هم تو کل کشورها میراث از یک دیگه میره همسایه نزدیکترین چیز است از دیدگاه شرعی دینی عقیدتی ما همه همسایه برای ما ارزشمند است
اما متاسفانه در طول تاریخ که ما میبینیم پاکستانی ها خصوصا دولت مردای پاکستان از این مرزها برای ما فشار آوردن، مشکلات ایجاد کردن، تاجرای ما را ضرر باعث ضرر و زیان کردن و الان هم مثال میگن که ما صادرات شما زیاد شده و شما با کشورهای سیاس یا ازبکستان، ترکمنستان و کشورهای آسیای منش صادرات میکنین و جنسای ما کم میره. این گپ نیست، این گپ کلش یک شعبه است و کلش یک سراب است و کلش یک صحبتی غیر فرمولیت است یا غیر منطقی است که ما اگر بگویم که ما صادرات پاکستان را نگذاشتیم و نمیگذاریم و مانع ایجاد میکنیم، این گپ مثلا نبوده. ما همیشه به تعهدات بین المللی و تعهدات ترانزیتی دولت افغانستان هر قدر مشکلات هم داشته بازم عمل کرده، هر کی در دولت افغانستان بوده به او تعهدات مرزی عمل کرده و یک همسایه‌داری نیک خود در تمام نقطه های چی اگر شما بتاله بکنین برای کشورهای همسایه او را ادا کرده و به برنامه ها و پلان هایی که مثال بین دو کشور امضا شده، قرارداد تفاهم نامه چی در قسمت چوکات ایکو سازمان بین المللی ترانزیت که بین پاکستان و افغانستان و کشورهای ایران و ترکیه ایجاد شده، ایکو در اونجا خیلی افغانستان فعال بوده و خیلی مراودات مثال از اونجا کنترل کرده و از در اونجا به تعهدات ایکو عمل کرده و در تمام مسائل در سازمان تیر مثال افغانستان به تمام تعهدات تیر عمل کرده. سیستم ایکو داره مثال شما اگر ببینین که اموال خارجی می از طریق افغانستان میره به پاکستان، هیچ نوع چیز بازرسی، هیچ نوع استابیج، نوع گمرکی از او گرفته نمیشه، صرف یک مور زده میشه به سیستم ایکو میره. یعنی به تمام تعهدات بین المللی افغانا همیشه عمل کردن. تشکر آقای فرهنگ، یک وقفه میگیریم و دوباره برمیگردیم. ادامه برنامه زیربنا پس از یک میان برنامه کوتاه. با ادامه برنامه زیربنا باز هم خوش آمدید. آقای فرهنگ، رای حل چی است؟ بیاین روی رای حل ها بحث بکنیم. ما چرا در طول دو دهه رابط اقتصادی خوب با کشورهای منطقه نداشتیم؟ با اوجه کشورهای همسایه، پاکستان، ایران، همیشه بحث تجارت ما بحث جنجالی بوده. رای حل ها چی است؟ باید ما روی قراردادها کار بکنیم، قرارداد داشته باشیم یا نه دیپلماسی بکنیم، دلشان را به دست بیاریم یا راه دیگر وجود داره که ما نمیدانیم؟ من خدمتتان عرض کنم، میگه که خب در روزا کشور پاکستان میبینن که صدر اعظم محترمشان خیلی مهربان شده بالای افغانستان. بله. اونقدر مهربان شده که میگه من نیروی متخصص میفرستم به تمام جای افغانستان تا بر افغانستان مشوره بده. این از مهربانیش است. اما ما خواهش ما است که نیروی متخصص ما نیاز نداریم. برای ما مرز سپنبولدکه و مرز تورخمه، دو تا مرز است که برای ما خیلی نیاز است. از طرف مرز انگور ده سنگ سبت پکتیکا و از ایتم مرز غلام خان سبت خوست و از ایتم مرز شارنو سمت ولسوالی احمد آباد پکتیکا، اینی چهار مرز که من خدمت شما عرض کردم در این و همچنین مرز ساسوبه یا ولسوالی سمت تل یا سمت میرامشاه که میره میرعلی و میرامشاه از طرف بالا اینجا رو من خواهش و از سمت ببرک تنا که از اوجم مترام میره، اینی مرزهایی را که شما دارین با ما شش مرز را که من خدمت شما عرض کردم، اینی شش مرز مترام را رقم چسبا الکترونیکی در کل دنیا فعلا معروف است. اینی چسبا الکترونیکی بزنین و هر موتر که تیر میشه سکن شود، اگر خدای نخواست در اون موتر غیر جنس خلاف بود او میتونه که صاحبی از او امو ترانسپورت تعهد بده موتر به شکل دائم عمر باز میشه او ترانسپورت بلک لیست شود که یک کم چیز خلاف باشه. در غیر صورت جلوی از این موتر نگیرین، موتر برچسب بزنین سیتی سکن شود هم موتر بگذره بره سهولت ایجاد بکنین. در غیر صورت این مشکلات در طول تاریخ بوده و بسیار مردم ما را تاجرای ما را از این مسئله خسته کرده و ناراحتی ایجاد کرده. اگر واقعا پاکستان اس دوستی و اس برادری به ما داره برای این مرزاش سهولت داره. حالا تو که برای متخصص را میفرستیم، متخصص داره چی کنم؟ خدا متخصص داره خیر بده، تشکر میکنم بیا. اما متخصص ما خیلی داریم بیکار، بیماش، بیروزگار. الان دکترا داره بیماش، بیروزگار، بیکار است. همه را میتونیم ما را جذب کنیم بیان در تمام زمینهای مختلف کار بکنن. اما
شما زمینه ها را مساعد بکنیم که ما اجناس خود از میوه خشک ما تا میوه تازه ما تمام میوه های ما اجناس ما برای بندر گوادر، برای بندر کراچی، از بندر کراچی، از بندر کیامانه، منوره، از مناطق مختلف پورتایی که شما دارین در پورتا برای از صادرات چه برای بندر هامبورگ، بردن هلسینکی، فدلند، مثال برای بندر لوتردام هالند بیار اجازه بدین، یعنی مسیرها را اجازه بدین که اجناس ما بره و ما صادرات ما به اینجا بره تا از اونجا ما تاجرای ما پولی صحیح به دست بیاره. شما که یارا برای ما اجازه نمیدین، مشکلات در مرزا هست، میره ایتون نیست که نره عروس مثال لوبی که ده نفر در مرز است پیام میتن در سایت های چیکنه موتر آمد اینه ما رفتیم به هر موتر تک تک نمیشه که این واسطه کرد نفر را واسطه شد و واسطه کرد. به او خاطر در این زمینه کمک بکنن یک سیستم متعید المال عام یک اقتصاد پایدار ایجاد شود. نگاه کنید در افغانستان متاسفانه در طولی حکومت های قدیم لایام تا الان یک اقتصاد پایدار برای کشور عزیز ما تعریف نشده. اقتصاد پایدار ای که راه های امن، راه هایی که به خاطر صادرات تجارت راه های استراتژیک باشه، باز راه های دوم باشه، باز راه های سوم باشه که ما وارا به شکل راه های استراتژیک برای مردم، برای تاجر تعریف بکنیم، تاجر آشنا کنیم تو از اون طریق جنسش صادر بکنه. این مثلا اگه اقتصاد پایدار یک کار اساسی برای تاجرای ما در قسمت صادرات وجود نداشته. امیال ما یک چیز خیلی خودمانی برای شما عرض بکنم، امیال کشورهای اروپای شرقی، کشورهای اروپایی که مثل سویدن، نروژ، فدلند خیلی سرد هستن، تمام میوه‌جات افغانستان از این کشته زردالو مثال شروع تا تمام اجناس افغانستان اونجا مثال علاقمند است. به چی دلیل؟ به این دلیل که امو یک تب گرمی را که یاد دارن میوه‌جات افغانستان با او خیلی علاقمند هستن. چرا ما به اینجا صادرات نداشته باشیم؟ چرا به اینجا مشکلات ایجاد میشه در مرزای ما؟ این تمام جاهایی که به ما علاقمند هستیم، نقاطی که برای ما فروش ما جلغوزه ما بهترین فروش خریدار ما می کشورهای اروپایی است به خاطر جلغوزه. چرا مثلا جلغوزه مستقیم اینجا نبیاد؟ درست است که چین میره کار خوبی است، اما میبینن که در چین به قیمت پایین فروش میشه. پاکستان ها علاقمند هستن مثلا جلغوزه بیا برای اسلام آباد، از اسلام آباد برای چین مثلا چیز از تاریخ پاکستان و اجناس دیگه در او علاقمند هستن. اما علاقمندی که مثلا ما از تاریخ بندر کراچی اجناس خود صادر بکنیم، این یک پروپوزال، یک اجناس، یک ورق مشخص و شفاف و صادقانه آقای صدر اعظم پاکستان رو تایید بکنه که ما را در این زمینه همکاری بکنن و یک پایدار این مسئله را برای ما یک امضا شود که همیشه تاجرای ما میتونن در این مسئله کار بکنن. فعلا ما در بدترین و خرابترین بحران اقتصادی قرار داریم که هم سردی سرماست، هم موتورهای ما مشکل میخوره، هم ترانسپورت ما مشکل میخوره، هم مردم ما در قطعی و قیمتی و مشکلات است. بازم تو برای ما متخصص میفرستی، ما متخصص تو از کجا معاش بدم برادر من عزیز من؟ من خودم نان ندارم، من متخصص تو را کجا نشان بدم؟ من خودم دکترا و متخصص به اندازه دارم، یال برای من امر کن. من هزارها متخصص باور کنم میال در افغانستان حضور دارن، از خارج افغانا حضور دارن، بیان مجانی درس بدن. متخصص ما زیاد دارم، مشکل اساسی ما مشکل جای دیگه است. مشکل ما گره های سیاسی است، گره های اقتصادی است که سیاست شما با اقتصاد گره زدین. او گره ای که مثال شما سیاست با اقتصاد گره زدین او را باز بکنین، مردم ما را از سیاست و از مسائل کاری تجار ما را دور بکنین که تاجر ما مستقیما کار بکنه، مستقیما تجارت بکنه. درست، همین گیره های کر را آقای فرهنگ بیم ما از مسئله پاکستان بگذاریم، چون پاکستان به قول سیاسیون سالهای سال یک همسایه بحث برانگیز برای افغان ها بوده. حالا امارات اسلامی این گیره کر را باز کرده میتونه، این گیره کر اقتصادی را؟ بله، نگاه کنین، باید کسانی که دلسوز هستن، ما خیلی شفاف، ما بسیار خیلی مدیران یا بزرگان داشته مثال مؤسسات خیریه داشت، میره مردم علا خیریه فلانی خیریه فلانی، بعد بعدا میرفتی که پروژه گرفت از دولت، پروژه 100 میلیون خط نشد 100 میلیون آقا نوشته کرده، از خود دولت نگرفتن، سر مردم بیچاره از یک نیم درصد هم سر مردم دوباره استفاده نمیکنن، اما پول دولت هم میگرفتن. نظر ما ایسته که ما باید شفاف سازی بکنیم در تمام نقاط. امارات اسلامی اگر در این زمینه میخواد کار بکنه باید شفاف سازی بکنه. مثال تاجرای ما میرن در پارک شهرک صنعتی یا پارک صنعتی
سنجد داره فعلا یک مسئولیتی کسی اونجا مدیر اونجا شده بسیار خوب تشویق میکنه مردم تاجرها تشویق میکنه یک چیز عالم دین است آدم خیلی خوبه بسیار شفاف تشویق میکنه تاجرها خیلی زیاد مثلا علاقمند شده باشه سرمایه گذاری بکنن به اون خاطر نگاه کنید دمی زمینه های مختلف صادقانه خیلی صادقانه خیلی مدیرانه مثل وزارت تجارت الان وزارت تجارت هم بر مردم خوب تشویقی میگذاره یا مثلا میزونه ها را که ایجاد کرده در بخش صنعت خوب کار میکنه اما دوست از یا خالیسته یا یک برنامه پولی ندارن یک برنامه مشخص مالی دستشان نیست که یا تزریق بکنن یا بعد متخصصین بیارن متخصصین همین برنامه های از یارا بتا به بانک جهانی بانک توسعه آسیا بانک هایی که در مسائل زیربنایی افغانستان قبلا کمک کرده عالم کمک میکنن باید برن به یا مراجعه بکنن باید در از یا مراجعه بکنن از وا کمک بخواهند ایتون نمیشه که شما مثال اکثرا مسئولین را که من میبینم میرن در جای میگن شما بین برای ما کمک کنین شما بین برای ما زکات تانه بتین شما بین برای ما خیرات تانه بتین این شدنی نیست ما زکات خور و خیرات خور و کمک گیری مردم نیستیم نه از کشورهای آشه خلیج فارس هستیم نه از جای دیگه هستیم ما همه منابع داریم بین تشویق سرمایه گذاری کنیم بین تشویق در بخش صنعت کنیم بین در بخش اقتصاد مردم تشویق کنیم ما بهترین منابع بهترین نگاه کنیم ما یک چیز برای شما مثال میتم ما یکی بر هزار نسبت به کشور امارات منابع داریم اما امارات هیچ نو دبی برتان میگم کل امارات نه کشور دبی نداره مثلا منابع یگانه چیزی که داره مغز سالم داره فکر خوب داره شیخ محمد یک کشور از صفر در صد آورده فعلا تاج سر تمام کشورهای دنیا ساخته چی کده انبار لوجستیک دنیا ساخته تمام کالاهای دنیا اینجا می انبار میشه از جبه فروش میشه تمام سیستم ترانزیت آسیا و اروپا را از اینجا رهبری میکنه آسیا پاسیفیک کلا اترا مثلا اول اینجا میشن از اینجا باز میره جای دیگه تو ویزا ها را سهولت داده توریست جذب کرده نگاه کنید برنامه باید ما الگوبرداری کنیم بریم از امارات از شیخ محمد از اونجا مثال ما الگو بگیریم برنامه اقتصادی خوب و در افغانستان اگر ما واقعا تشویق بکنیم مردم ترغیب بکنیم مردم در زمین های مختلف ما تشویق بکنیم بسیار میتونیم که یک زمینه خوب یک زمینه عالی برای مردم ایجاد کنیم اما متاسفانه تا لحنوز که ما میبینیم دوستان ما میرن میگن بیا شما این کار رو بکنین نمیگن که اینی زمینه اینی برنامه اینی اسناد اینی مدرک بین اینی کار شما انجام بدین اینی ما کمک میکنیم باقی هم شما یکی دیگه در قسمت رفت آمد ها سهولت دارم دیگه در قسمت رفت آمد ها در قسمت کار بر تاجرا به نیروهایی که میرن و میان مردم یک سرد گله دارن به خاطر از اینکه مثال موبایلشان بازرسی میکنن یا مثال ای را ببی او را ببی این مثال در شایستگی نداره و تاجر ارزش قائل شود و تاجرها قیمت قائل شد قدرشن تشکر از شما و از برنامه خیلی خوب بودم تشکر قدردانی میکنم ممنون آقای عبدالهادی فرهنگ کارشناس اقتصادی که از آلمان روی خط اسکایپ با ما بودن و ممنون که بیننده برنامه زربنا بودید تا برنامه دیگر بدرود